بینندگان تلویزیون کانال یک و همچنین برنامه رمز پیروزی، به همه شما عزیزان و به ویژه همیهنانمون در ایران سلام میکنم و امیدوارم که روزگار بر شما زیاد سخت نگذره. نزدیک شاید به یک ماه پیش 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در ایران بیانیه‌ای رو منتشر کردند که شاید در نوع خودش کم نظیر و یا بی نظیر بود، چرا که در این بیانیه اهداف یا مطالباتی رو مطرح کرده بودند که پیش از اون با این صراحت بیان نشده بود. اونها خواهان استعفا رأس این حکومت یعنی سید علی خامنه‌ای شدند به عنوان رهبر این رژیم و بعد از اون با انتشار یک بیانیه تکمیلی مواضع خودشون رو هرچه بیشتر شفافتر و روشنتر بیان کردن و به همین خاطر بود ما کوشش کردیم که با برخی از اعضای این گروه 14 نفره در ایران تماس برقرار کنیم و از اونها دعوت بکنیم که تا در این برنامه شرکت کنن و با گفتگو با اونها و توضیحات بیشتر از جانب این عزیزان بیشتر نسبت به اون چرا که به عنوان مطالبات و یا اهداف سیاسی خودشون در این بیانیه منتشر کرده بودن روشن‌تر بشه. از همون نخستین بار از بین افراد فعال و کنشگر سیاسی در خارج از کشور دو تن از عزیزان ما، آقای دکتر مسعود نقره‌کار و آقای بهروز ستوده، از نخستین کسانی بودن که در این برنامه با حضور افرادی از این گروه 14 نفره شرکت کردند و در یک گفتگوی نزدیک به هم مسائلی رو سعی کردیم که بیان کنن و ما هم به هر حال نظر خودمون رو، یعنی میهمانان این برنامه در اون زمان، توضیحات خودشون رو بدن تا موضوع و یا هدف این 14 نفر در این گروهی که به وجود آورده بودن بیشتر مشخص بشه. دیری نپایید که واکنش‌های مختلفی در رابطه با این بیانیه و 14 نفر از سوی ایرانیان خارج از کشور و شاید به یک معنای دیگر فعالان سیاسی صورت گرفت و عده نسبت به اونها با تردیدهای مختلف نگاه میکردن، عده اونها را اصلاح طلب میخوندن، عده حتی تردید داشتن و میگفتن که شاید در ارتباط با خود حکومت باشن. اما به سرعت و به زودی شاهد این بودیم که موج عظیمی از ایرانیان خارج از کشور یا تعداد زیادی از ایرانیان خارج از کشور با نگاهی مثبت و مسئولانه نسبت به اونها از خودشون واکنش نشون دادن و تصمیم گرفتن که از این گروه 14 نفره و اهداف سیاسی که در بیانیه خودشون منتشر کرده بودن پشتیبانی بکنن. در نتیجه اقداماتی برای انجام این کار صورت گرفت که طبیعتاً آقای مسعود نقره‌کار و آقای بهروز ستوده دو تن از کسانی بودند که در این رابطه مسئولیت‌های بیشتری را پذیرفتند و کوشش کردند که این پشتیبانی و این علاقه‌مندی ایرانیان خارج از کشور نسبت به اونها به شکل منظم‌تر و سازمان‌یافته‌ای شکل بگیره. در روزهای اخیر اطلاعیه‌ای در رابطه با همین موضوع و سه نفر از اعضای کمیته تدارکاتی که در انجام پیشرفت این اقبال بسیار وسیعی که در خارج از کشور انجام گرفته نسبت به این 14 نفر و بیانیه اونها منتشر شده و همین اطلاعیه باز هم با استقبال و حمایت و خوشحالی بسیاری از کسانی که به ویژه اون اطلاعیه پشتیبانی رو امضا کردن روبرو شد و در این حال سوالاتی هم نیز مطرح کردن. در نتیجه در برنامه امروز از دو عزیز نامبرده، یعنی مسعود نقره‌کار و بهروز ستوده، دعوت کردیم که در اینجا حضور پیدا بکنن و به پرسش هایی که مطرح شده پاسخ بدن. طبق قرار به هر حال اینطوری تنظیم شده بود که هر دوی عزیزان در این برنامه باشن، اما ظاهرا به روز ستوده عزیز بنا به دلایلی هنوز
در ساعت مقرر آماده نبود و در نتیجه ما برنامه رو با آقای نقره کار شروع میکنیم و از آرش عزیزم در استودیو خواهش میکنم که هر وقت به روز ستوده نازنین آنلاین شد در اسکایپ از او هم بخواهد که به جمع ما بپیوندند. اجازه بدید با این مقدمه بریم خدمت آقای مسعود نقره‌کار عزیز. بهشون سلام میکنم و خوشحالم که در این صبح زود امریکا همراه ما و در این برنامه شرکت میکنن. درود بر شما آقای نقره‌کار. سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که با شما هست. خواهش میکنم آقای نقره‌کار، اجازه بدید اولین پرسش رو از اینجا شروع بکنیم، چون واقعیت اینه که این بیانیه در این حال در نوع خودش کمی کم نظیر بود و به همین خاطر این سوالم حتما مطرحه که به نظر شما چه شد که این بار یک چنین بیانیه‌ای با این اقبال گسترده از سوی ایرانیان خارج از کشور به ویژه فعالان سیاسی و فرهنگی قرار گرفت؟ چه امتیازی و یا چه تفاوتی در این بیانیه با سایر بیانیه‌ای که در سالهای گذشته به شکل‌های مختلفی منتشر شده است وجود داره؟ بله، بیانیه 14 نفر یا بیانیه های این عزیزان، به ویژه بیانیه تکمیلی 14 نفره، برخلاف یا خلاف بیانیه های سیاسی که قبلا منتشر شده، فی الواقع زبان الکن نداره، بسیار شفاف و روشن خواستایی رو مطرح میکنه. این خواستها خواستایی است که اپوزیسیون خارج کشور حدود 40 سال هستش که اکثر البته نیروها و شخصیت های اپوزیسیون خارج کشور سالهاست که این خواستها رو هم مطرح میکنن. خب برای اپوزیسیون خارجی کشور و اپوزیسیون حکومت اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی به زعم من عامل بروز فجایعی است که در جامعه ما بروز کرد و در عین حال مانع دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است. خب خواستها این بوده در اپوزیسیون که تا موقعی که این عامل و مانع وجود داره، نه اون جامعه میتونه روی آزادی، رفاه و همبستگی ببینه و نه در واقع همون دستیابی به دموکراسی، آزادی و حقوق بشر رو. بنابراین خواستای این هستش بوده در واقع که این عامل و مانع برطرف بشه. بیانیه این 14 نفر خیلی شفاف و روشن این رو مطرح میکنه، نفی کامل نظام ولایت فقیه و در این حال نفی کامل هویت و شناسنامه این نظام یعنی قانون اساسی و گذر و عبور کامل از این حکومت و رژیم. این خواستی است که به هر حال این بخش از اپوزیسیون هم توی که عرض کردم خواستارش بوده. در این حال این بیانیه فقط نفی و سلب نیست، بلکه یک برخورد ایجابی و اثباتی هم داره. یعنی در کنار نفی اینها مطرح میشه که خواستار چی هستن؟ خواستار حکومتی هستن مردمی، دموکرات و سکولار. بنابراین ویژگی هایی که ما در این بیانیه میبینیم خواستای بخش اعظم اپوزیسیون هست. یک جنبه این هست به نظر من خواستا به این گونه مطرح شده و جنبه دیگه هم شرایط جامعه ما هست و هم در این حال به گمان من تا حدودی دستیابی به یک بلوغ فکری در اپوزیسیون هستیم. البته من خوشبینم به این مسئله که خود همین این بلوغ فکری و سیاسی در این حال کمک کرده به اینکه این حمایت و تنوع از این حمایت رو ببینیم، برای اینکه به هر حال اپوزیسیون به نظر من کافیست بعد از 40 سال تجربه به این رسیده باشه که برای اینکه بشه این مانع و عامل رو کنار زد و به یک جامعه مرفه، آزاد و همبسته در واقع رسید، راهی نیست جز همون همبستگی و
این رو لاعقل ما میبینیم که در یه حد معینی، البته همین حرکت در خارج کشور و همین بیانیه حمایتی از عزیزان 14 نفر در ایران این رو نشون میده. به نظر من دلایلش رو باید توی این چارچوب. آقای نقره کار، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، در گذشته به هر حال بیانیه های منتشر شده بود، ولی باز هم به قول شما زبان الکن داشت و به روشنی خواستا و اهداف سیاسی خودشون رو به اصطلاح نمیتونستیم تو این بیانیه های مشابه به اصطلاح ببینیم. اما از طرف دیگر این سوال هست که خب این بیانیه 14 نفر داده شده، اینا خواهان انحلال رژیم هستند، خواهان به اصطلاح ساختار حکومتی دموکراتیک و سکولار برای آینده ایران هستند و معتقدن از این رژیم باید عبور کرد و همونطور که شما اشاره کردید. از طرف دیگه خب تا کنون نزدیک به 600 نفر از کنشگران سیاسی و فرهنگی در خارج از کشور اطلاعیه رو امضا کردن و از اینها اعلام پشتیبانی کردن. سوال اینه که آیا برای به سرانجام رسیدن این مطالبات در حد همین دادن اون بیانیه 14 نفره یا بیانیه های بعدی از این طرف این دوستان و امضا کردن این 600 نفر که احتمالا ممکنه حتی به 1000 نفرم برسه، آیا کافی است برای اینکه ما در انتظار تحولات بنیادی و اساسی در کشورمون باشیم؟ خب نه، به نظر من ببینید این بیانیه، البته اهمیت این بیانیه اهمیت به سزایی است. خب البته بیانیه دادن، نامه سرگشاده دادن به عنوان یک روش مبارزاتی بهتر از من میدونید یک پیشینه تاریخی داره و تاثیرگذار. من نمونه بگم که فقط نقش بیانیه ها رو و شرایطی که بیانیه ها منتشر میشه، همون بیانیه معروف امیل زولا یا بیانیه روشنفکران، ببینید در فرانسه ابتدا به عنوان یک بیانیه که 300 نفر امضاش کرده بودن چه تأثیرات تاریخی و میشه گفتش که انسانی اصلا نه در فرانسه، در سطح جهان گذاشت. یعنی روشنفکری و جنبش روشنفکری رو دچار یک تحول عظیم کرد و در داخل خود فرانسه ببینید که چگونه روی جمهوریت، روی مسئله عدالت، حقوق بشر تأثیر گذار بود و از یک بیانیه به تدریج تبدیل شد به یک حرکتی که عرض کردم که چگونه تأثیری داشت. بیانیه های متعددی منتشر شده همونطوری که اشاره کردید. من بیشتر رو بیانیه های سیاسی تاکید دارم، ولی دیدیم که نتونسته در حد یک بیانیه و برای ثبت تاریخ بیشتر موند. هیچ حرکتی در واقع بعدش ندیدیم. این بیانیه به گمان من متفاوت هست. چرا؟ برای اینکه اولا همونطوری که گفتم اشاره کردم، خواستا خیلی شفاف و روشنه در داخل ایران و در این حال شرایط جامعه ما و سطح مبارزه در جامعه ما، وضعیت جنبش مدنی صنفی و حتی حرکت‌های سیاسی در جامعه ما به گونه است که بالواقع نشون میده شرایط شرایطی است که میتونه یک همچین خواستایی رو از خواست به عمل و حرکت داره، از یک پویش به سمت یک جنبش بره. این رو الان شرایط جامعه ما داره و میبینیم در خود داخل ایران واکنش ها نسبت به این بیانیه چگونه بوده و خب تأثیراتی که میتونه روی افکار عمومی بذاره به عنوان یک پدیده روانی اجتماعی و در این حال بتونه یه حرکتی رو در ایران با توجه به شرایط برحال اون ترس و اون وضعیت سرکوب موقعیت که هست ایجاد کن. در خارج کشور خب ما شاهد بودیم دیگه و قبلا هم این تجربه رو داشتیم که حرکت‌های این گونه ای چقدر میتونه عامل محرک باشه برای تحرک اپوزیسیون در خارج کشور. به هر حال بستر مبارزه خود در داخل و خب از اونجا ما شاهد بودیم حرکت‌ها چه تأثیراتی میذاشت. متأ باز در گذشته این حرکت‌های محدودی بود. یه دوره‌ای بعضی برای نمونه شما دوره قفل‌های زنجیره‌ای رو به یاد بیارید، چگونه در خارج کشور حرکت ایجاد کرد ولی بعد از یه مدتی تأثیر هم داشت.
ولی بعد از یه مدتی فروکش کرد، یا نمونه های دیگه. این بیانیه الان این وضعیت رو نداره، چون اولا شرایط ایران رو من بهش توجه دارم و خود شما و دیگران هم بیشتر از من، منتها در خارج کشور هم همینطور. واقعیتش من حس میکنم به یه سطحی داریم میرسیم که خب خیلی خوشحال کننده است در خارج کشور، که بشه در کنار این خواستای یک حرکتی ایجاد کرد. این حرکت هم تنها نباید بسنده کرد به اینکه ما یک بیانیه میدیم یا اطلاعیه میدیم و عزیزان میان حمایت میکنن. این قدم اوله. بالواقع باید این رو اگر بخوایم تأثیر داشته باشه گامهای بعدی رو برداریم. و همونطوری که میدونید و واقعا خود شما یکی از عناصر اصلی این حرکت هستید، برنامه هست و تلاش داره میشه که به گام های بعدی برداشته بشه، و من خیلی خوشبین هستم که با برداشتن اون گام ها هم بتونیم کمکی باشیم و تأثیر گذار به هر شکلی بر حرکت داخل ایران و حرکت این عزیزان، و هم اینکه در خارج کشور بتونیم لااقل از این عامل محرک و عامل تاثیرگذار بهره بگیریم برای اینکه بسیاری از مشکلات خودمون رو شاید بتونیم حل بکنیم. آقای نقره‌کار، همونطور که شما اشاره کردید، این بیانیه باعث شد که بعد از انتشار اون اطلاعیه 190 نفره نخستین که از این 14 نفر و اهدافشون و مطالباتشون که حمایت کردن، یک اتفاق تازه بیفته و دیدیم بعد چند روز بعد اون 190 نفر به 500 نفر، اکنون به 600 نفر و همینطور داره این قضیه پیش میره. شما اشاره کردید که این اتفاق باعث شد که ما شاهد یک نوع بلوغ سیاسی در درون اپوزیسیون نیز باشیم. خب طبیعتا من فکر میکنم منظورتون اینه که برای نخستین بار ما شاهد این هستیم که شخصیت ها و چهره های بنامی که دارای گرایشات گوناگون سیاسی بودن در گذشته و همین الان هم به همچنین گرایشات راست و چپ و میانه، همگی در کنار هم اسامی خودشون رو در اینجا قرار دادن. شاید این برداشت منه که به نوعی همین اقدام نشانه همون بلوغ سیاسی است که شما بهش اشاره کردید. اما در این حال این نکته رو میخوام به عنوان پرسش باهاتون در میون بگذارم. دو روز پیش آقای جواد لعل محمدی که یکی از یا اعضای این 14 نفره و در این حال سخنگوی این گروه 14 نفره هم هست، در مصاحبه ای با یکی از رسانه های خارج از کشور در برابر پرسشی که من به نوع دیگر در پرسش قبلی مطرح کردم، پرسیدن ازشون که خب شما در ادامه فعالیتتون برای به سرانجام رسوندن این هدفها و مطالباتی که دارید چه کار خواهید کرد؟ پاسخی که فروتنانه این همیان عزیز ما آقای لعل محمدی دادن این بود که ما این کار رو شروع کردیم و طبیعتاً تا به آخر ادامه میدیم، ولی برای به سرانجام رسیدن این مطالبات نقش اپوزیسیون در خارج از کشور و افراد سیاسی که در خارج هستند بسیار بسیار مؤثره و اونها هم هستند که باید پا به میدان بگذارن، کمک کنیم با هم دیگر در داخل و خارج شرایط رو برای دست یافتن به این مطالبات آماده بکنیم. اکنون با توجه به اینکه تعداد بیشماری از ایرانیان خارج از کشور از این اقدام حمایت کردند، با چه اندازه امیدوار هستید که این 600 نفر یا تعدادش هم حتما بیشتر خواهد شد این آمادگی رو دارن که در ادامه اون انتشار اون اطلاعیه وارد اقدامات جدیتر دیگری بشن تا این به اصطلاح اقدامی که شکل گرفته کم کم به اهداف خودش نزدیک بشه؟ ببینید، نقش خارج کشور یا اپوزیسیون خارج کشور در رابطه با تحولات داخل ایران خب نقش مؤثر و معینی است. این رو حتی این تجربه مؤثره و البته همونطور که عرض کردم تا حدودی خب یک
محدودیت هایی هم عمل میکنه. این رو ما در این 14 شاهد بودیم. نمونه های بسیاری میشه آورد از تاثیرگذاری مثبت فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور در رابطه با تحولات داخل ایران و حتی در رابطه با تضعیف حکومت اسلامی، انحرام قدرتی که در ایران هست. منتها این نقش رو به طور واقعی باید دید. ببینید، من گمان خودم این هستش که اصل ماجرا در داخل ایران هست و مسئله فی الواقع از داخل ایران حل نهایی پیدا خواهد کرد. این به هر حال بستر مبارزه اونجاست. جامعه‌ای که خواستش خواست تغییر و دگرگونی و رفاست در واقع اون جامعه هست. بنابراین باید این نگاه رو به نظر من ابتدا بود در داخل ایران. خب آقای لعل محمدی به نظر من فروتنانه این مسئله رو مطرح میکنه، ولی در واقع نقش اصلی و اساسی رو اونها دارن در داخل ایران و اونها هستن که به هر حال این خواست، این پویش میتونن مسیری برن که تبدیل بشه به یک جنبش و تحقق خواستایی رو که مطرح کردن. اونها نقش اپوزیسیون هم همونطوری که اشاره کردم نقش مهمی است. در رابطه با این حرکت به طور مشخص عرض بکنم، من خیلی خوشبین هستم که اپوزیسیون میتواند تأثیر به سزایی بذاره در رابطه با اون حرکت، تأثیر مثبت. و در اپوزیسیون به گمان من همین مجموعه 600-700 نفره که حالا ممکنه به لحاظ کمی هم بیشتر بشن، برای اینکه هم این 600-700 نفری که الان امضا کردن با شناختی که هست، هم به لحاظ کیفی هم الان به لحاظ کمی دارای اون توانایی هستن که بتونن به تأثیر بگذارن. بنابراین من همونطور که قبلا هم اشاره کردم، اگر این حرکتی که در خارج کشور هست، این 600-700 نفر و همینطور عزیزان دیگری که در حاشیه این حرکت حمایت کردن از بیانیه، میتونه تأثیر بذاره، هم تأثیر حمایتی بذاره و هم در عین حال تأثیرات روانی و سیاسی ویژه در رابطه با حرکت عزیزان. من فکر میکنم البته اگر دوستان دیگری و یا جریانهای دیگری خب از این بیانیه ها حمایت کردن که بسیار هم مثبت است، اگر بتونن تمرکز پیدا بکنن و در واقع در کنار این 600-700 نفر قرار بگیرن و بعد بشه با یک تلاشی از این 700-800 نفر و خرد جمعی اینها یک برنامه و یک حرکت مناسب در خارج کشور در پیوند با حرکت اون عزیزان در داخل سامان داد و سازمان داد، من فکر میکنم کمک بسیاری خواهد بود به این که به اون خواستای مطرح شده در اون بیانیه برسیم. آقای نقره‌کار، با توجه به این که در طی تمام این سالها بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و گروه‌ها و سازمان‌های مختلف خیلی کوشش کردند تا بتونن یک چنین نزدیکی و همسویی رو بین فعالان سیاسی در خارج از کشور به وجود بیارن، به واقع هم تو که خود شما هم اشاره کردید، اقدام این چهار هموطن عزیز ما باعث شد که یک شبه به معنای واقعی واقعا این همسویی و همدلی ایرانیان در خارج از کشور شکل بگیره و به عبارت دیگه این همون آرزویی بود که سالهای سال ما داشتیم و خوشبختانه اقدام این 14 نفر در ایران باعث شد که به صورت خود به خودی این کار صورت بگیره. بنابراین ما مشکلی که در تمام این سالها داشتیم، این 14 نفر برای ما به نوعی حل کردن، اگرچه هنوز نتایج کار روشن نیست و باید ببینیم که در ادامه چه خواهیم کرد. اما اجازه بدید که به سوال دیگر که از طرف برخی از دوستانمون مطرح شده رو با شما در میون بگذارم. یکم بفرمایید که بعد از این اطلاعیه که این کمیته 3 نفره منتشر کرد برای اینکه ادامه کار این 600-700-800 نفر، حالا هر تعدادی که خواهد شد، چگونه به اصطلاح شکل خواهد گرفت و
که خیلی هم مورد استقبال بسیاری از این دوستانی که نامشون تا به حال منتشر شده به عنوان حامیان این 14 نفر. اما این سوال هست که این کمیته چگونه تشکیل شده، این ترکیب 3 نفره؟ من اجازه میخوام به یه دو تا نکته کوچیک اشاره بکنم بعد به این بپردازم. ببینید، همین گردآوری این امضاها و بحثایی که شده یک مسئله ای هم پیش آورده در این حال، موضوع این که آقا این بحث همه با همه خمینی رو مطرح میکنن و میگویند که این برخورد که برای طیف‌های مختلف سیاسی کنار هم هستن راهگشا نیست و اصلا موضوع همه با هم نمیتونه مشکل حل بکنه. من نظرم خلاف این هست. درسته حالا آیت الله خمینی خیلی سوء استفاده از خیلی مفاهیم و واژه ها کرد و جا انداخت، ما بدون همه با هم بودن در یک معنای صحیحش که بازتابش رو توی این بیانیه میبینیم نمیتوانیم از این مانع عبور بکنیم. بنابراین این رو من خواستم بهش اشاره بکنم. حالا اگه فرصت شد راجع به این که چرا اپوزیسیون هم تا حالا نتونسته بوده چنین حرکتی رو بکنه و یا اگر کرده قبلا خب ضعیف بوده، به اون هم میشه اشاره کرد. اما این نکته‌ای که میگید، کمیته به این گونه شکل گرفت که من و خود شما و آقای ستوده موقعی که این بیانیه به دستمون رسید و یا به رویتمون رسید، خب با هم تماس گرفتیم به عنوان کسانی که با هم دوست هستیم و در عین حال اطلاع داریم از چارچوب فکری سیاسی و توانایی هم دیگه، تماس گرفتیم و راجع به بیانیه صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بیایم یه حرکتی بکنیم و از این دوستان در داخل ایران و به ویژه خواستای اینها و خواستایی که اینجا هست در بیانیه حمایت بکنیم. و خب به 3 نفری در واقع و به کمک بسیارانی از دوستان عزیزمون، هر کدوم ما به هر حال دوربر خودمون دوستان عزیزی داریم که به ما خیلی کمک کردن، ولی آغازش رو گذاشتیم که متن کوتاهی از خود اون بیانیه عزیزان بیان که چیزی با آن اضافه بکنیم و نظر خودمون رو هم بخوایم بگیم، بلکه نظر اونا رو در واقع استخراج بکنیم و از دوستان بخوایم که اگر قبول دارن این خواستا رو تایید بکنن، امضای خودشون رو بگذارن و حمایت بکنن در این حد. و کار که تا حدودی پیش رفت، همونجور که اطلاع دارید، به هر حال خود من هم تصورش نداشتم واقعیتش این استقبال و این برخورد و تحلیلش رو تا حدودی در ذهن هر سه داشتیم، ولی اینکه در عمل این گونه استقبال بشه نبود، لااقل برای من. به همین خاطر بعد از دیدن استقبال عزیزان و همینطور تلاشهایی که 14 نفر در داخل دارن ادامه میدن، به این نتیجه رسیدیم که بهتره این 3 نفر در آغاز به شکل یک کمیته کار خودمون رو سازمان بدیم، برنامه ریزی بکنیم، فعالیتهایی که تا حالا کردیم گزارش بدیم، برنامه‌ای که به ذهن ما 3 نفر میرسه به عنوان پیشنهاد با این عزیزانی که حامی این بیانیه هستن در میان بگذاریم و کار رو برای به تدریج پیش ببریم تا از ما 3 نفر از این کمیته در واقع تلاش ها تقسیم بشه بین این 600-700 نفر و یا یک مجموعه شورایی از میان این 700-800 نفر و بتونن کار رو با برنامه و دقیق تر پیش ببرن. برای اینکه این کار خود شما میدونید کار کوچیکی نیست، در واقع این کار نیرو میطلبه، توانایی ها و ظرفیت های بیشتری رو میطلبه. اگر بخوایم بگیم که ما در رابطه با عزیزان 14 نفر داخل ایران و بیانیه‌ها و خواستاشون در خارج کشور چه بکنیم، اگر این رو روی کاغذ فقط بیاریم که چه باید بکنیم، میبینیم این در واقع چه باید کرد برای اینکه متحقق بشه احتیاج به نیرو هست، ظرفیت هست و توانایی
که دوستان عزیز دیگر دارم. به هر حال به این گونه شکل گره و در این مسیر داره پیش. بله، خب تو این بیانیه تو بند پنجم یه نکته هست، اشاره شده که این کمیته تلاش میکنه که برای به اصطلاح حضور فعال کسانی که این اطلاعیه رو امضا کردن شرایطی رو فراهم بیاره که همونطور که خودتون فرمودید همه با امکانات و توانایی خودشون بتونن سازماندهی بکنن برای حمایت هرچه روشنتر و گسترده تر از اقداماتی که این 14 تن در ایران انجام دادن که به نظر می رسید که به هر حال خود اونها هم به زودی گسترش پیدا خواهند کرد و 14 تنهای دیگری بهشون خواهند پیوست. سوالی که در اینجا پیش میاد اینه که برای انجام این کار در این حال این نکته هم شاید لازم باشه من اضافه کنم که ما در طول این مدت هم شما هم آقای ستوده و هم من مرتب با تمام یا لااقل با بخشی از فعالان اون 600 نفر در ارتباط بودیم و همیشه ازشون مشورت خواستیم، راهنمایی خواستیم و به یک معنای خواست اونا بود که نگذاریم که این اقدامی که انجام شده در حد یک اطلاعی پشتیبانی متوقف بشه، باید هرچی سریعتر اقداماتی انجام بگیره که به نوعی با سازماندهی دقیق تر و با همکاری و مساعدت همه اون عده که این اطلاعیه پشتیبانی رو امضا کردن قدم های بعدی برداشته بشه. من این توضیح رو دادم و بعد ازتون بپرسم که آیا این کمیته اختیارات خاصی داره؟ یعنی سه نفری که این کمیته رو برای تدارک انجام کار بعدی به وجود آورده؟ من گمان نمی کنم. ببینید ما یک کاری رو شروع کردیم و با یک نگاه دموکراتیک و با یک نگاه در واقع سازنده، بیان که اصلا قصد اینو داشته باشیم که خودمون چیزی که در اپوزیسیون به عنوان یک بیمارگونگی مطرحه به خودمون مطرح باشیم، خودمون بگیم میخوایم هدایت این حرکت رو به دست بگیریم. من مطمئنم نه در شما چنین نگاهی هست، شک ندارم، همینطور در بهروز ستوده عزیز. بنابراین این در یک پروسه دموکراتیک نگاه ما این هست که این جمع برای اینکه، یعنی این کمیته برای اینکه بتونه وظایف خودش رو تو اون چارچوبایی که من اشاره کردم انجام بده باید به جمع بزرگتری تبدیل بشه و این جمع بزرگتر باید از دل این 600-700 نفر بیرون بیاد و برای اینکه بشه توی یک پروسه دقیق و همونطور که عرض کردم دموکراتیک و سازنده این کار انجام بشه طبیعی است که اگر بتوان نشستی گذاشت که خب تلاش ما این هست و دعوت بشه از به هر حال تعدادی از این عزیزان علاقمند در میان این دوستان حامی میتونیم به اون جمع بزرگتر با برنامه‌تر با توانایی و ظرفیت‌های بیشتر دست پیدا بکنیم. همونطور که اونجا مطرح شده نگاه ما ابتدا این هستش که یک شورا و یا یک ستادی از دل این حرکت بیرون بیاد که با برنامه بتواند از مبارزات در داخل کشور حمایت بکنه. این شاید نخستین گامی است که میتونیم برداریم و حالا در بعد از اون چه خواهد شد واقعیتش اون رو شرایط و ویژگی های اون جمع نشان خواهد داد و پیش روی ما خواهد گذاشت، ولی تا اینجاشو میتونیم بریم، هم ما سه نفر هم یه گروه بزرگتر و هم 600-700-800 نفری که حامی این هستن، حامی این جریان هستن، با یک همچین نگاهی به گمان من باید جلو رفت همونطوری که در اون بیانیه هست یا اطلاعیه هست که ما بتونیم در این حال در یک فضای دموکراتیک با به هر حال یک اتکا به یک خرد جمعی برسیم به اون شورا و یا اون ستاد با برنامه در اون رابطه با خواستمون. و یکی از محاسن دیگه این نوع نشست این هست با توجه به تنوع فکری سیاسی که وجود داره در میان این 600 نفر، نهله های مختلف سیاسی هستن، خود اون نشست و در کنار هم نشستن با این ویژگی که عرض کردم
میتونه تا حدودی به همگرایی و نزدیکی اپوزیسیون کمک بزرگی بکنه، چیزی که اپوزیسیون کم داشته. و الان اون حرکت عزیزان در داخل و به هر حال شرایطی که جامعه ما داره میتونه کمک بکنه به همگرایی ما و نزدیک شدن ما در خارج کشور. آقای نورکان، دیروز مهمان این برنامه آقای پرویز دستمالچی بودن که یکی از امضا کنندگان همین اطلاعیه پشتیبانی از این گروه 14 نفره هستند. پیشنهادی رو مطرح کردن که من این پیشنهاد رو از جانب برخی دیگر دوستان شنیدم و اون این بود که اکنون با توجه به اینکه این چند صد نفری که در یک چنین اطلاعی اسامیشون اومده از کشورهای مختلف، از قاره‌های مختلف، از استرالیا بگیریم، از کانادا تا ایالات‌های مختلف در امریکا، در کشورهای مختلف در اروپا حضور دارن این افراد. پیشنهاد آقای پرویز دستمالچی این بود که خوب است که از هم اکنون در شهرهای بزرگ حداقل دوستانی که همدیگر رو میشناسن و نزدیک به هم هستن و در شهرهای اروپایی یا آمریکا یا کانادا و استرالیا هستن با هم در ارتباط قرار بگیرن و یه آمادگی نسبی رو ایجاد بکنن که بعد از آماده شدن امکانات و شرایط لازم برای برگزاری یک نشست بزرگ از سوی این چند صد نفر، اونها هم به نوعی بتونن اگر خواستن نمایندگانی از سوی خودشون یا هر تصمیم دیگری داشتن رو از پیش دربارش صحبت بکنن. شما در این رابطه چگونه فکر میکنید و چه نظری دارید؟ من موافق این پیشنهاد هستم و فکر میکنم پیشنهاد مثبتی است و البته خب عملی شدنش میدونید با توجه این پراکندگی و به ویژه پراکندگی جغرافیایی و گرفتاریایی که عزیزان در خارج کشور دارن، خب تا حدودی فکر نمی‌کنم بشه سریع انجامش داد، ولی پیشنهاد بسیار خوبی است، باید در راستای اون گام برداشت. من یه نکته‌ای رو اینجا اشاره بکنم، این هستش که واقعیتش تجربه داره به ما نشون میده و تاریخ هم به طور تاریخی هم ما دیدیم نمیشه برای شکل، منظور من این پیشنهاد نیست که من بدون تردید موافقم و باید انجام بشه، ولی ما نمیتوانیم واقعیتش بر اساس همین تجارب و آنچه که جهان و جامعه ما داره پیش میره شکل سنتی و یک شکلهای دیکته شده برای پیشبرد کارمون و سازماندهی کارمون در نظر بگیریم. واقعیتش خود پروسه حرکت چه در داخل چه در خارج رو عرض میکنم اصلا شکل کار رو جلوی روی خودمون میگذاره. معناش این نیست که برنامه نداشته باشیم و یا به هر حال ندونیم داریم چی کار میکنیم، ولی خود شرایط و حرکت هم به ما کمک میکنه که چه اشکالی رو برای پیش برد کارمون به هر حال تدارک ببینیم و بهش اتکا بکنیم. من فکر میکنم که خود پیشنهاد آقای دستمالچی دوست عزیزمون بسیار خوب هست و خود همین این کمک میکنه به این که تا حدودی ما به اون هدفی که داریم برسیم و خب با برنامه تره، سازمان یافته تره و در این حال کمک کننده تر برای همون مسئله ایجاد تحرک و همگرایی در اپوزیسیون. خب ممنون جناب مسئول نقره‌کار عزیز. برای این گفتگو رو بدون دوست نازنینمون آقای بهروز ستوده پیش بردیم. نکته هست که فکر بکنید لازمه در اینجا گفته بشه؟ اولا من خیلی متاسفم که دوست عزیزمون نتونست بیاد، ولی نه، نکته من این هست که عزیزانی که صدای ما رو میشنون از این بیانیه ها و از این 14 نفر حمایت کنن. به نظر میرسه که اولا 14 نفر نخواهند موند، اینها به گفته خودشون نفر 15مشون ملت ایران هستن و من خوشبینم، امیدوارم با توجه به خواستها و جسارتی که این عزیزان دارن و شهامتی که از خودشون نشون میدن، یک شهامت مدنی رو، من امیدوار هستم که
ما بتونیم اگر از اینها حمایت بکنیم در خارج کشور و به هر حال به درستی حرکت بکنیم در راستای تحقق این حمایت، بسیار مؤثر خواهد بود. لااقل نتیجه زحمات 40 سال آوارگی و تبعید رو و ستمهایی که در داخل ایران به مردم میشه خواهیم دید و برای برطرف کردنش خواهیم دید. من خوشبینم و تنها آرزوم اینه که بر تعداد این حامیان افزوده بشه و این حمایت بتونه قدرتمندتر و به شکل مؤثرتر پیش بره. آقای مسئول نوکار، بسیار ممنون که در این برنامه شرکت کردید. امیدوارم که در روزهای آینده با پیشرفت کارهای تدارکاتی بازم در این برنامه حضور پیدا کنید، به اتفاق بهروز ستوره عزیز، تا با هممیهنانمون و تمام اون عزیزانی که در این ارتباط با همدلی قدم برداشتن گفتگوی دیگری هم داشته باشید. من هم از شما بسیار متشکرم. خب در این لحظه پایانی تلفن منم زنگ میزنه. بهروز ستوده عزیز بود ولی وقت برنامه تمام شد. مطمئنم بهروز ستوده آقای نقره‌کار 1 ساعت وقت زمان رو احتمالاً به تأخیر فکر کرده هست و به همین خاطر نبود. امیدوارم که در فردا یا پس فردا بتونم با ایشون هم گفتگو بکنم. خب بینندگان عزیز، در به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق آقای مسعود نقره‌کار عزیز با همه شما عزیزان تا فردا خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز و سربلند باشید.